نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روز شنبه 15 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به فرازی از زیارت امام رضا علیه السلام که و مردم را علیه خاندان آل محمد مسلط کردند فرمودند، منظور از این عبارت کسانی هستند که باعث شدند که امام رضا و ائمه اطهار علیه السلام را به شهادت برسانند. معظم الله در ادامه فرمودند، این فراز از زیارت امام رضا علیه السلام اشاره به کسانی دارد که نزد بنی امیه و بنی عباس سعایت ائمه اطهار علیه السلام را می نمودند و گزارش آنان سبب ظلم کردن به ائمه اطهار شد و حبس شدن و شهادت آن بزرگواران نتیجه آن سعایت ها شد. ایشان در رابطه با فرق نبی و رسول فرمودند، رسول و نبی هم در معنا تفاوت دارند. نبی کسی است که به او وحی می شود، اما به او وظیفه تبلیغ محول نشده است و فقط باید خودش عمل کند. اما رسول کسی است که علاوه بر آن که نبی است، به او وحی می شود که هم خودش باید عمل کند و هم آن را تبلیغ کند. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند، خدای عزوجل تعدادی از انبیا را فقط به عنوان نبی برای خودشان و نه به عنوان رسالت برای دیگران برگزید. لذا هر رسولی نبی است، اما هر نبی رسول نبوده است. معظم الله در رابطه با عصمت انبیا فرمودند، پیامبران همه گیدار عصمت بودند، اما مراتب عصمت آنان متفاوت بوده است. ایشان در ادامه فرمودند، محدث کسی است که از غیب به او حدیث گفته شود، اما در این شرایط یا جبرئیل یا ملک دیگری از جانب خدای عزوجل آن حدیث را به او میرساند و یا خود به صورت مستقیم به او وحی میکند. و در رابطه با ائمه اطهار هم مکررن در روایات آمده که به ایشان وحی میشده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یکی از نمونه هاش گاهی من عرض کردم، حضرت باقر صلوات الله علیه در ائمه آخرین کسی بودن که اصحاب پیغمبر رو دیده بودن. حضرت صادق علیه السلام احدی از اصحاب پیغمبر رو ندیده بودن. حضرت باقر علیه السلام امام حسین رو دیده بودن که از اصحاب پیغمبرن، جابر رو دیده بودن که از اصحاب پیغمبرن، و یعده. وقتی که حضرت باقر صلوات الله علیه شهید شدن، حضرت صادق علیه السلام نشسته بودن، مردم میمدن برای تعزیتشون. یک کسی اومد، از حرفش پیداست از منافقین بوده، میخواسته به حضرت صادق علیه السلام یک کلام غیر صحیح بگه، در عین حال داره مدح حضرت باقر علیه السلام رو میکنه. اومد نشست تو مجلسی که مردم تعزیت به حضرت صادق علیه السلام میدادن. این یه همچی تعبیری که حالا یا همین لفظه یا مضمونشه، گفت ما تولاه من لم يكن على وجه الارض غيره يقول قال رسول الله. یعنی تو شما اهل بیت دیگه قال رسول الله قطع شد، چون شما یه امام صادق علیه السلام نه خود پیغمبر رو دیدید نه احدی از اصحاب پیغمبر رو دیدید. این را که گفت روایت داره، حضرت صادق علیه السلام سرشون رو بلند کردن فرمودن قال الله عز وجل، یه حدیث قدسی نخت. این حدیث قدسی از کجا آوردن؟ خدا وحی کرده. این مکرر هست توی روایات، یعنی نه اینکه قال رسول الله از ما قطع شد، نه قال الله هم قطع نشده. چی؟ حالا تو خود قرآن داره چیه اون آیه او یرسل رسول، گاهی القاء میکنه، مثل و اوحینا الى ام موسی و اوحا ربک الى النحل.
اقسام وحی، یکی هم القاء، حالا نسبت به این حدیث قدسی که حضرت صادق علیه السلام نقل فرمودن چجوری بوده نمیدونم.